سلام خوش اومدین به 117 همین شماره از روزنامه توپ امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور کنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. اولین بمب تابستانی در آستانه انفجار رقابت سرخابی ها برای جذب هایت سفی سایت یونانی ای از رقابت دو باشگاه سرخابی های ایران برای جذب احسان هایت صفی خبر داد و مدعی شد استقلال و پرسپولیس به هایت صفی علاقه نشون دادند و علا رقم تمایل اون به موندن در اروپا و ادامه بازی در آیکه به دنبال راضی کردن این لژیونر ایرانی هستند. قابل ذکر هایت صفی محصول آکادمی باشگاه سپاهانه و در فوتبال ایران تنها در باشگاه های سپاهان و تراکتور بازی کرده. اعتصاب پیکانی ها قبل از بازی با پرسپولیس در حالی که قرار بود صبح امروز تمرین تیم فوتبال پیکان در ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار بشه اما بازیکنان این تیم بعد از حضور در محل تمرین به خاطر پرداخت نشدن مطالباتشون حاضر به انجام تمرین نشدند خودروسازان در حالی اعتصاب کردند که روز شنبه یک دیدار مهم مقابل پرسپولیس خواهند داشت راهکار باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات با پیگیری های معاونت حقوقی استقلال، این باشگاه به دنبال وصول مطالباتش بابت پرداخت دیون خارج از حسابرسی سازمان حسابرسی است. در همین زمینه، قرار با همکاری وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این مشکل برطرف بشه. با توجه به درخواستهای اخیر بازیکنان استقلال، برای پرداخت معوقاتشون این مبلغ که در حدود 100 میلیارد تومانه میتونه کمک بزرگی برای حل مشکلات مالی آبی ها باشه. یامگا <applause> راهی فرانسه شد. کوین یامگا مدافع فرانسوی استقلال پس از برگزاری جلسه با حجت کریمی سرپرست مدیراملی باشگاه استقلال مطالبات مالی خود را از باشگاه دریافت کرد. یامگا شب گذشته راهی فرانسه شد و قراره پس از مرخصی چند روزه راهی تهران بشه. <applause> همزمانی مسابقات هفته 28 لیگ برتر منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال خبر داد در جلسه ای که داشتیم با توجه به حساسیت بالای لیگ به این جنبندی رسیدیم که تمام مسابقات هفته 28 روز شنبه و به صورت همزمان رأس ساعت 18 آغاز بشه. البته این تصمیمی که در فدراسیون گرفته شد به شرط اینه که نهادهای برقراری نظم و انضباط با این موضوع موافقت کنند.